دوستان عزیز، قبل از اینکه صحبتامو در این مورد به حضور شما برسونم، به اطلاعاتون برسونم که این اعتصاب با استقبال وسیع در جامعه کردستان ایران روبرو شده و اخباری که تا این لحظه و قبل از این حرکت، قبل از اینکه من بیام اینجا، به دست ما رسیده بود، در بیشتر شهرهای کردستان به استقبال این اعتصاب عمومی رفتن و از جمله در شهر سنندج با استقبال وسیع‌تری روبرو شده. منتها در این حال جمهوری اسلامی مدت هاست تلاش کرده که این اعتصاب نگیره و اقداماتی که انجام داده تقریبا اکثر بازاریان شهرهای کردستان رو به اطلاعات فراخوان داده و به آنها تذکر داده که به هیچ وجه نباید بازارهای و دکانهای خودشون رو ببندن. و در این حال نه تنها جمهوری اسلامی، تمام احزاب ناسیونالیسم کرد در اون جامعه در مقابل این اعتصاب بودن، رسما و غیر رسما. میخواستم اینو بگم، علی‌رغم همه این معاناها، جامعه کردستان همونطوری که ما به درست گفتیم و تفسیرش کردیم و نوشتیم که جامعه ایست تاریخا کمونیسم و جنبش کارگری و کمونیست ها نقش اساسی در آن داشتن، امروز هم نشون داده علی‌رغم تمام این معاناها تونسته به اون مسیری که میخواد بره. منطقه میخواستم اینو بگم، 28 مرداد 58 همونطور که میدونید صرفا یه حمله نظامی جنایتکارانه جمهوری اسلامی به جامعه اسم کردستان نبود، حمله ای بود به کل انقلاب ایران، حمله ای بود در تداوم سرکوب کارگران شرکت نفت، همون حمله ای که زمان خودش جمهوری اسلامی دستور داد داریوش فروهر گفت کارگران رو سرکوب کنید و بنی صدر حمله به طبقه کارگر در سراسر ایران رو داد. همون حمله ای بود که جمهوری اسلامی به بلوچستان، به مناطق دیگری از ایران و به کل روند انقلابی که این حکومت سلطنتی و برجوازی در ایران رو سرکوب کرده بود سرنگون کرده بود، این حمله در راستای باز پس گرفتن دستاوردهای این انقلاب بود. از این رو وقتی در کردستان هیچ ارگانی از نظام پهلوی به دست جمهوری اسلامی باقی نمانده بود، وقتی که در جامعه کردستان اپوزیسیون و مردم قدرت رو در دست داشتن، وقتی که کردستان به سرگر انقلاب همه کمونیست‌ها و آزادی خواهان جامعه ایران تبدیل شده بود، مقر و دفتر و سازمان های همه گروه های چپ و آزادی خواه ایران در کردستان به وضوح نشون داده شد، در اونجا بود که جمهوری اسلامی به این مسئله حساسیت پیدا کرد و جمهوری اسلامی اساساً برای سرکوب این باقی مانده و یا به اصطلاح این سنگر باقی مانده از انقلاب ایران این تعرض نظامی را سرکوب کرد و این تعرض را سازمان داد. متعاین یک جنبه از یادآوری جنایت جمهوری اسلامی، یه بخش دیگه ای که ما باید در چنین روزی به ایران و کارگران باید به یاد داشته باشیم، مسئله یه مقاومت توده‌ای در مقابل ارتجاع، یه جنبش توده‌ای، یعنی نشون داده شد در مقابل جمهوری اسلامی میشه یه مقاومت وسیع توده‌ای کارگری آزادخانه و همچنین مسلحانه رو سازمان داد و بر علیه جمهوری اسلامی وایساد. جمهوری اسلامی بعد از سالهای متعددی تونست بخشای زیادی از کردستان رو سرکوب کنه، این نه صرفا از سر سرکودن جمهوری اسلامی صرفا، بلکه از بخاطر مقاومت وسیع توده‌ای بود که در اون جامعه شکل گرفت. میخواستم اینو بگم، در چنین روزی باید اینو یادآوری کرد که باید یاد عزیزان جانباخته که در این راه جان خودشون رو فدا کردن گرامی بداریم و همزمان با جنبشی که اونا سازمان دادن، ما کمونیستای کردستان سازمان دادیم، ما کمونیستای جامعه ایران و کارگران این مقاومت رو سازمان دادیم، چون این جنبشی رو، چون این حرکتی توده‌ای رو سالروزش رو گرامی بداریم. همزمان در این حال میخواییم به این نکته تأکید کنیم، یه نکته مهم در چون این اوضاعی که در ایران وجود داره، اعتصاب عمومی و جنبشی که اکنون در کردستان جاریه و حزب مثل حزب کمونیست کارگری حکمتیست و انسانهای آزادی خواه در اون جامعه داره مبارزه میکنن، بخشی از تلاشیست بر علیه کلیت جمهوری اسلامی، رژیمی که امروز متاسفانه بخش از جامعه اون مملکت رو زیر پرچم کثیف جمهوری اسلامی و بخشی از اون پرچم که سرباشه برده. 28 مرداد بخشی از اون مبارزه است که اعلام میکنه جمهوری اسلامی
با هیچ جناحشون نمیخوایم. جمهوری اسلامی همونطوری که در دور اول حملش به کردستان دارای جناح متعدد بود، الان در اشکال دیگری این جناح ها به جان هم افتادن و ما نباید فریب هیچ وقت از این جناح را بخوریم. اعتصاب عمومی پرچمی صدای بر علیه کلیت جمهوری اسلامی و این پرچم و صدا را باید در سراسر ایران برافراشته نگه داریم.